ودعک و ما قلا ما ادری ما یفعل ولا بکم قدر علو علا کلمت واحده علو کلمت سواقه. در ضمن این آیات می فرماید ما ودعک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا. سوره زها یکی از سوره هایی است که حتی بسیاری از کودکان نیز آن را حفظ هستند. آیه 3 سوره زها این گونه می فرماید اما آیت الله مکارم شیرازی این آیه را در جلسه درس خارج حوزه علمیه قم به این صورت تلاوت می نماید. در ضمن این آیات می فرماید ما ودعک و ما قلا ما ودعک ربک و ما قلا. کلمه ربک جا افتاد. جالب اینجاست که هیچ کدام از شاگردان حاضر در جلسه نیز جرأت تصحیح اشتباه جناب آیت الله را ندارند. آیه 4 سوره طارق می فرماید این کل نفس لما علیها حافظ. اما جناب آیت الله مکارم شیرازی این آیه را به شکلی دیگر تلاوت می نمایند. عمودن کل نفس الا علیها حافظ، هم حافظ اعمال تو ان هم حافظ جان تو ان. این کل نفس لما علیها حافظ. ظاهرا ایشان چون مجتهد هستند اجتهاد نموده و به جای کلمه لما از کلمه الا استفاده می کنند. تکرار آیه مذکوره در همان جلسه با تلفظ اشتباه اما به شکلی دیگر ان کل نفس الا لما علیها حافظ. آیه 4 سوره طارق این کل نفس لما علیها حافظ. آیت الله مکارم شیرازی این آیه را اینچنین تلاوت می نمایند این کل نفس الا لما علیها حافظ. ظاهرا ایشان سرانجام به این نتیجه رسیدند که از هر دو کلمه الا و لما در این آیه استفاده نمایند، بلکه به این وسیله اشتباه قبلیشان را جبران نمایند. آیه 82 سوره توبه بدین قرار است فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اما جناب آیت الله غزوینی یکی دیگر از روحانیون شیعه برجسته و استاد حوزه علمیه قم این آیه را به شکلی دیگر تلاوت می نماید فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا جَزَاءً بِمَا كنتم تعملون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. البته این مسئله زیاد هم تعجب آور نیست. ممکن است در قرآنی که این روحانی و برخی از شیعیان بدان معتقدند و بر این باورند که قرآنی که اکنون در اختیار مسلمانان است دچار تحریف شده، این آیه بدین شکل نازل شده است. بخشی از آیه 9 سوره احقاف بدین گونه است و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. جناب آیت الله این آیه را به شدت تغییر داده و به این شکل تلاوت می نماید و ما ادری ما یفعل ولا بکم قدر. جالب اینجاست که آیت الله غزوینی در همین جلسه همان آیه را دوباره اشتباه تلاوت می کند و ما ادری ما یفعلی ولا بکم قدن.
وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. جناب آیت الله، موردی که شما تلاوت نمودید اصلا در قرآن کریم موجود نمی باشد. لطفاً مقداری در آگاهی و علمتان تجدید نظر بفرمایید، یا حداقل به دوستان پشت صحنه بگویید که شما را در این مورد راه نمایی نمایند. آیه 100 سوره توبه می فرماید والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. آیت الله غزینی به دنبال تخریب شخصیت کارشناسان شبکه‌های اهل سنت برمی‌آید، اما با اشتباه خواندن یکی از مشهورترین آیات قرآن خود رسوا می‌گردد. فقط این آقایم دو تا آیه بلدن و سابقون الاولون من المهاجرون و قال رضی الله عن المؤمنین. حاج آقا، کلماتی که شما به عنوان آیه از قرآن ذکر نمودید در قرآن مسلمانان وجود ندارد. لطفاً کمی بیشتر به این آیه توجه نمایید. و سابقون الاولون من المهاجرون و قال رضی الله عن المؤمنین. بخشی از آیه 19 سوره نساء این گونه می‌فرماید جناب آیت الله غزوینی این آیه را این گونه تلاوت می نمایند عسى ان تكرهوا شيئا وقد جعل الله فيه خيرا كثيرا. جناب آیت الله، بی زحمت نگاه دیگری به این آیه بیاندازید تا به اشتباهتان پی ببرید. آیه بدین شرح است: نادرست عسى ان تكرهوا شيئا وقد جعل الله فيه خيرا كثيرا. بخشی از آیه 70 سوره فرقان می‌فرماید فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حال ببینیم که جناب آیت الله غزوینی این آیه را چگونه تلاوت می‌نمایند. خدای عالم در قرآن گفته اولای که یبدل الله سیئاتم به اضعاف من الحسنات. جناب آیت الله، لطفاً از این پس زمانی که خواستی در برنامه زنده به آیه از قرآن اشاره نمایید، پیش از ذکر آن آیه مقداری بیشتر تأمل بفرمایید. حال به چند نمونه از تلاوت‌های دیگر روحانیان شیعه توجه نمایید تا متوجه عمق فاجعه‌ای که گریبانگیر ملت مظلوم شیعه شده است بشوید. اشتباه خواندن آیه 57 سوره احزاب توسط حجت الاسلام علوی تهرانی از روحانیان شیعه و کارشناس برنامه‌های مذهبی در شبکه‌های صدا و سیمای ایران. و مگه نخوندی تو سوره مبارکه احزاب آیه 57 که مفصل خواهم گفت ان الذين يعظون الله ورسوله شيا اعد الله لهم چی لعنهم الله في الدنيا والاخره. کسی که خدا و پیغمبر رو اذیت کنه مستوجب لعن. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. بخشی از آیه توسط جناب حجت الاسلام جابجا شد و بخشی از آن هست. نمونه دیگر از قرآن خواندن روحانیان شیعه. آیت الله زیابادی، روحانی شیعه و کارشناس مذهبی شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آیه معروف به آیه وسیله که طرفداران شیعه برای اثبات توسل نامشروعشان بدان استناد می‌نمایند.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله قل تعالوا على كلمه واحده على كلمه سواء بيننا وبينكم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بحث قصاص را معنی می کنند. خب این نص آیه قرآن است ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب نص قرآن ماست ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون